تأثیر دعا بر آب و در رابطه با تأثیر دعا بر آب چه احادیث در اسلام وجود دارد؟ دعا به تعبیر روایات معصومین علیه السلام علاوه بر عبادت بودن، محبوب بودن و مقرب بودن نزد ذات حق تعالی در دسترسی به هر امر ممکن و مشروع مؤثر است. دعا را خداوند یک وسیله برای تقرب به خود و برآورده شدن حاجات قرار داده است از مجموع روایات اسلامی که در آنها به تاثیر دعا بر آب و تاثیر آب در استجابت دعا اشاره شده است می توان پی برد که ارتباط تنگاتنگ بین این دو مقوله وجود دارد قبل از بیان تاثیر دعا بر آب به بیان مطلوب بودن دعا در فرهنگ اسلام و شرایط تاثیر دعا می پردازیم. اول دعا در فرهنگ اسلامی دعا در وقوع هر امر ممکن و مشروع موثر است. این مطلب از آیات قرآن قابل استفاده است. آنجا که آمده است بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را یا آمده است اجابت می کنم خواسته دعا کننده را وقت مرا بخواند. در این دعایه خداوند نفرمود چیز خاصی از من بخواهید یا چیز خاصی را اجابت می کنم با اصطلاح فنی به طور مطلق فرمود پس هر امر ممکن و مشروعی را در بر می گیرد این مطلب از بعضی از روایات نیز استفاده می شود امام علیه السلام میفرمایند زیاد دعا کنید زیرا که دعا کلید هر رحمت و مایه دسترسی به هر حاجت است دعا درمان هر دردی است در احادیث معصومین علیه السلام از دعا به این تعابیر نیز زیاد شده است بهترین عبادتها محبوبترین کارها و مقربترین اعمال نزد خدا دوم شرایط تأثیر دعا دعا همانند دیگر علل موجود در عالم هستی تحت شرایط خاصی تأثیر میگذارد که در روایات ما به آن اشاره شده است از جمله دعا کننده باید در دیگر فرامین الهی نیز و بندگی ذات حق تعالی ملتزم شده و از گناه دوری نماید دعای او به طور همیشگی و نه منحصر به زمان گرفتاری باشد بر دعا کردن پافشاری و شکیبایی نماید و ایمان قلبی بر اجابت آن داشته باشد در بعضی از شرایط مکانی و زمانی امکان استجابت بیشتری نیز می باشد مانند در زمان وزش باد ریزش باران در وقت سحر از سپیددم تا طلوع آفتاب در وقت ظهر در وقت اذان در هنگام جهاد با مخالفین دین در زمان ریخته شدن خون شهید در هنگام قرائت قرآن در مسجد در هنگام روزه داشتن و غیره سوم ارتباط دعا و آب در متون دینی دعا و ریزش باران و جوشش آب در متون دینی آمده است که حضرت موسی علیه السلام برای قوم خود طلب آب کرد و ذات حق تعالی در اجابت او دوازده چشمه را جاری نمود و یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و, و سلم برای قوم خود طلب باران کرد که باران زیاد هم آمد. در دعاها دعای طلب باران نیز وارد شده است که تأثیر دعا در این زمینه را به خوبی نشان می دهد. زیرا اگر تأثیر نداشت امام معصوم علیه السلام امر به دعا نمی فرمودند. تأثیر دعا به همراه نماز در پیدایش آب نماز استسقا یکی از نمازهای مستحبی است که همانند نماز عید فطر و قربان دو رکعت است البته با این تفاوت عمده که به جای قنوت آن طلب رعفت و رحمت ذات حق تعالی برای پیدایش آب می شود تأثیر نوشتن دعا و در آب انداختن آن دعا بر طبق روایات چون این دعای باعث رفع هر حاجت و امن از هر ترسی می شود مثل نوشتن دعای بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی توجه الیک و یا نوشتن دعای بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى المول الجلیل و پیچاندن و انداختن آن در آب چاه یا آب جاری تأثیر دعا به همراه خواندن سوره ها یا آیات از قرآن روایات وارد شده است که برای رفع هر درد یا درد سر یا درد شکم خواندن چهل مرتبه سوره حمد بر ظرف از آب و ریختن آن بر روی مریض باعث رفع درد شدید می شود. همچنین دعا به همراه نوشتن سوره های یا آیات از قرآن کریم و به دنبال آن شستن آن سوره ها و خوردن و یا کشیدن آن بر روی بدن برای حفظ حافظه و یا درد چشم موثر است و نیز در کتب ادعیه آمده است که خواندن و دمیدن سوره های در ظرف از آب و ریختن آن بر سر و صورت باعث به هوش آمدن انسان بهوش به می شود نتیجه این که از مجموع روایات اسلامی که در آنها به تاثیر دعا بر آب و تاثیر آب در استجابت دعا اشاره شده است می توان پی برد که ارتباط تنگاتنگی بین این دو معقوله وجود دارد و این چیزی است که با کشفیات علمی روز هم مورد تایید قرار گرفته است همانند تاثیرات مثبت دعا بر بلورهای آب که توسط یک دانشمند ژاپنی صورت گرفته است